دوستان گفتن ساختن یا باختن در زندگی هر انسانی خصوصا انسان هایی که فکر میکنن پنج درصد در جامعه باشن به ریسک پذیر باشن اون ساختن یا باختن جزو زندگیشون هست چون همیشه باعث ریس کرد که بیتونی از جایگاه خودت به جایگاه دیگه باشی من یکی از نصیحات که پدر خدا بیا مرزو به من داشتن که حتما دوستان مشناسید بابای من به نام شیر حسین لقب داشتن برای شادی رویش یک کف بلند بزنه افتخار دارم حدود 20 سال شاگردی این مرد کردم من کلاس پنجم دبستان بودم که مدیر به معلم به بابای من گفته بودن که رضا خیلی به درس اهمیت نمید و باش صحبت کن یه روز بابای من صدام زدن خب با همون لحنی که همیشه برخورد میکردن که بابا گفتم بله تو سه تا کار میتونی انتخاب کنی و معلمت گفته که درس نمیخونی و پسر من این نواس باشه تا شرایط شاین بود یا کار یا درس یا قبر سو. ما دیدیم خدایا سو که اصلا دوست نداره. درسم نمیتونم خلاصه بخونم گفتم کار و این قولی که به بابام دادم در حال حاضر اگر بابای خدا بیامرزم زنده بودن شرمنده نبودم دوستان سال هفتاد و هشت من تمام زندگیم رفت ورشکست شدم ولی هرگز ناامید نشدم و اومدم فکر کردم چه کار کنم که متفاوت باشم و اولین مجموعه کافی شاپ و رستوران یزد را من زدم که فس بود اولین فس بود استان یزد را من بنا کردم روزی که اومدم مخواستم مجوزش را بگیرم خدا رحمت کنه و اخوان رئیس ساندویچی های یزد بودن ایشون به ما گفتن فست بود یعنی چه؟ گفتم تازه اومده تهران هست که مجوز فصل بودم توی یزد نبود که من با یک چالش های مجوزا گرفتم و هر روز ترقی دادم کارا فقط با پشت کارم با همت دوستانی که دورو برام بودن کارا رسوندم به جایی که گفتم باید ما صنعتی بشم به عنوان حلوه یزد هر جایی که حلوه ارد بردن به طور سنتی می بردن. یعنی سوقات یزد من تونستم با راهنمای دوستان با کسایی که هم گروه های من بودن هم گروه من کسای هم کارم بودن کسای کارمندان بودن که من خودما همیشه در رده را با هم میدونستم دونستم برای این بود که مجموعه شیرزا تونست موفق باشه و الان حلبرده یزا خدمتون ارز کردم تا 28 کشور دنیا صادرات میشه هیچی جز این نیست که نگاه متفاوت به هر چیز آدم بکنه من روزی که میگفتم آقا حلبرده یزا میشه صادر کنن میگفتن این اصلا شد نداره بیشینیان ما بودن شما در اصلا چیشی میگی مثلا زائقه ها چه میدونم بستبندی ها ولی بله همه اونا شد نکات که برای تو زندگی تونستم من پیش لفت بکنم به عنوان یک کارفرما، من همیشه هر تصمی میخواستم بگیرم قبول داشتم علم را در حال حاضر بالای دو هزار نفر من دارم خدمت گزارشون میکنم و کارمند من هستم تو این دو هزار نفر شاید بالغ حدود پنجا نفرشون دکتر هستن یا مهندس هستن همیشه میشینم دوستان ما صدا کنم که بیایید میخوام ما این کار را انجام بدیم. حتما با راهنمای اونا ما ما انجام بدم. یک روزی یادمه که گفتم با توجه به اینکه صادرات داره ما باید نیرو هامونم علم داشته باشن. یکی از کارمندهای من به من پیشنهاد دادن که حاجا بیاد به جایی که کلاس آموزشی بزنه دانشگاه تاسیس کنه. گفتم میگم میتونم من دانشگاه بزنم گفتم بله راهش اینه و با افتخار الان سوم یا چهارمین سالی هست که دانشگاه شیرزا دایر شد اون دانشگاه ما تمام پرسنلی که توی کارخونه بودن که الان تو دانشگاه درس دارن میخونن و مهندس شدن کسان دیگری که تشریف آوردن دارن درس میخونن طبق قانون کار بهش و حقوق مدیم بیمشون کردیم کارشون دادیم برای که اون دانشجویی که میاد توی دانشگاه ما وقتی که فارغ و تحصیل میشه سرگردون نباشه کارا با صنعت بهش یاد دادم چون خود من اول کار یاد گرفتم بعد اومدم کنار این به علم منو بزرگ کرد سعی کردم اون کارمندامم را مهندس باشن اگر خودشون خواسته باشن ببینید ما میدون دادم به این جوون ها جوان ها باعث خودشون انتخاب کنن غیر از توی مجموع ما توی بازار و توی سند همینه دوستان شما همیشه میگید نمیشه وضعیت کشور نابسامانه. ما با نابسامانی ها تونستم صادرات کنیم الانم به آمریکا الانم به کشور اروپا پس هیچ وقت هیچ صد برای ما نبود همت و تلاش و نقطه هدفمون بود نقطه هدف را اگر انسان انتخاب کنه به درست انتخاب کنه نه روی حال و هوا باشه تن مقیاس خودش را بزنه حتی اگر میخواد بیاد با کسی مشورت کنه قرار نیست حتی پدر مادری که کنار تن توی کار بیتونن خوب به شما راهنمایی بدن شاید اونا اندازه خودشون بفهمن قدیم ما گفتن اگر مخوای با کسی مشورت کنی باس میری با کسی که اهل فنش باشه پدر و مادر داداش تا اندازه میفهمن به دلشون میسوزه ولی اونا نمیتونن کار کار بردی را به شما یاد بدن اونا نمیتونن صنعت یا کاری که میخد براتون انجام بدن یکی دیگه اینکه چون معضی این موقعیت استفاده کنم جوونا تشریف داره ما داریم یه برنامه ای را اجرا میکنیم برای دانشگاه همون که تمام کسانی که ایده های خوبی را دارن ایده های نوآوری را دارن میتونن تو اون استارتاپ ما تشریف بیارن اون استارتاپ این 16 کارخونه ای که ما الان دارم در تحت اختیار اونا میذارم با گروه آرندی که دارم بیان ایده هاشون را ما صنعتی سازی براشون میکنیم کمکشون میکنیم و به عنوان یک صنعتگر بهشون هدیه میدم که اگر خواستن ایدشون رو بفروشن یا کاری بکنن این کار را میتونم کمک اون جوون ها بکنم من از همینجا از همه اون جوون هایی که ایده های بسته بندی ایده های کار ایده های تولید توی هر صنعتی دارن من کاملا کارخونه درشون روشون وازه تشریف بیارن و خوشحال میشم که بیتونم کمکی به یک دوست یزدی انجام بدم و هم کشوری. یکی دیگه بهتون بگم و ختم کلام. این شیر رضایی که خدمت شما هست و به عنوان خادم مردم یزد به خادم صنعت یزد اینجا واش کسی نیست جز اون کسی که باباش پنج ساله سال پیش گوسفند مردم مچرون در سن دوازه سالگی به سال یکی, گو... یکی کره گوسفند بهش میدادن. بابای ممه می گفت من اومدم توی یه از ده سال شاگردی کردم ولی شاگردی بودم که وفادار بودم. شاگردی بودم که سالم بودم و استادم به هم اعتماد داشت. این اعتماد یک استاد با یک کسی که خودشا به یکی استاد ثابت میکنه میتونه به این جایگاه برسه دوستان اگر تو هر مقطعی هستید شما ها میتونید اگر پول ندارید ولی اگر یک کارمند هستید یک کارمند وفادار یک کارمند سالم باشید اگر این باشه تمام مطمئن باشید تمام زندگی اون مدیر عامل دست شما. ما دو تا مغازه توی یک یک جا داریم ولی میگن این مغازه متری ده میلیون این مغازه متری 15 میلیون بعضی جوونا سوال میشه چرا این مغازه پنج میلیون تومن بالا میگن این سر سرخفلی داره سر قفلیش یعنی اینکه مشتری داره یعنی اینکه وفادار بوده مردم مشناختنش انسان ها میتونن هر کارمندی میتونه سر قفلی برای خودش درست کنه یعنی اگر حقوقش ده, ده میلیون تومنه طوری رفتار کرده باشه که سازمان به اون بگه با سی میلیون تومن باز دریافت کنه پس حتی در جایگاه کارمندی یک انسان میتونه بره خودش ارزش افزوده ایجاد کنه به افتخار یک کف بلند